چی چیزی باعث می شود که آدم کم جرأت یا کم اعتماد به نفس یا خجالتی می شیم؟ خیلی نکات ها و موارد هایی هست در زندگی که اونا می تواند که باعث شود که آدم کم جرأت یا خجالتی. در این ویدیو ما میخواییم یک از موارد ها رو با شما در میان بگذاریم. ما باید در تنهایی خود مواظب رفتار، مواظب شخصیت و مواظب کردار و فکرها و اندیشه های خود باشیم. آدم وقتی که تنهاستی، آدمی که مثلا خصوصا در یک سینی هست، مثلا سینهای پایین کسی، این درگ را نداری یا اکثر ما مثلا این درگ را نداریم که اگر ما چی در تنهایی باشیم، چی در پیش مردم باشیم، ای ذهن ناخودآگاه یا فکر ناخودآگاه ما، ساب کنشنس مایند ما همیشه هم روی ماست و همه تک تک کارا، رفتارا، حرفای رو که ما میزنیم اونا همهش رو بررسی میکنه و همهش ثبت میشه در ذهن ما. اگر ما در تنهایی خود، در جایی که ما تنها هستیم، کس نیست، اگر ما مواظب رفتار خود باشیم، مواظب فکر کردن و احترام برای خود خود داشته باشیم، کارهای را و رفتارهای را انجام بدیم که در جمع یا پیش روی دیگران یا در عمومی، در جای عمومی بتونیم امو کارا و امو رفتارا رو با خود و با هر چیزی که باشه بتونیم انجام بدیم. اگر ما در تنهایی مواظب رفتارا و مواظب فکرهای خود نباشیم، کارهای رو انجام بدیم، مثلا غذاهای رو بخوریم که مناسب نباشه و حاضر نباشیم در جای عمومی رو بخوریم و لباس رو بپوشیم که حاضر نباشیم در پیش روی جمع یا در جایی که مثلا اطرافیان ما یا دوستای ما هسته حاضر نباشیم که او رو بپوشیم. اگر شما آدم خجالتی هستی، میخوای جرأت و اعتماد به نفس خود تغییر بدی، اویی هسته که باید در تنهایی های خوب بسیار مواظب خود خوب باشی، مثل از اینکه همونطور فکر کن که تو در پیش روی 1000 نفر یا در پیش روی 1 عالم نفر یا یک جای عمومی هستی که هر کس تو رو میتونه ببینه. مثل از این فکر کن که یک دوربی بگو بلی سرت هست، همه کارا و همه رفتارهای تو بررسی میشه. در تنهایی خود به خود خوب به احترامی نکن، رفتار را همیشه انجام بدی، گفتار را انجام بدی که پیش روی دیگران انجام بدی، لباس مناسب بپوش به تنهایی خود، غذای مناسب را بخور و فکرها یا اندیشه های مناسب را به تنهایی خود بگو. و ما اگر به تنهایی خود، مثلا وقتی که آدم ها در کم آگاهی و سطح آگاهی و کم تر هستند، در تنهایی خود اکثرا در فکر دینی هستیم، یعنی سر صورت اینا مناسب باشم در فکر شینیم، لباس نمناسب بپوشیم هم یا غذای مثلا نامناسب رو بخوریم هم در فکر شینی هستیم. و به این خاطر که میگم چی فرق داره دیگه کالای هر لباس یا هر چیزی که بپوشیم یا هر کار رو که بکنیم، ولی ما برات میخوایم اگر تو میخوایی انسان باشی که از نظر جرأت، از نظر اعتماد به نفس در لیول دیگه باشی، میخوای زندگی را در یک لیول و در یک حد دیگه تجربه کنی و خسته شدی از کم جرأتی، خسته شدی از اینکه مثلا همیشه درگیرستی، میخوای یک لیول دیگه را تجربه کنی، اوی است که در تنهایی خود مواظب رفتارا و مواظب گفتارا و مواظب کارهای خود باش. به خاطر که خود آگاه بمانی، مثلا یک کار کو که همیشه به یاد بمانه که من تنها نیستم، من همیشه بگو که یک کسی همراهی من هست. اگر میخوای که از یاد نره، اوی است که مثلا اگر ساعت به دست است، این ساعت خود به دست راست بگو، چون وقتی که آدم همیشه یک کار در یک قسم انجام بدی، باعث میشه وقتی که یاد میگیری روتین میشه دیگه فراموش میکنی خود آگاهی را. ولی وقتی که یک چیز در بدن یاد باشه کم غیر عادی انجام بدی، مثلا ساده دیگر دی دیستید باشه همیشه دی دیستو میکدی، او وقت است که تو یک کم همیشه در یاد دست احساس متفاوت میکنی. هر وقت که میبینی ساده دی دیست شپید است، این پیام به ذهنیت میرسه که مواظب رفتار خوب باش، مواظب گفتار خوب باش، تو یک شخصیتی با ارزش هستی، یک انسان تواناستی. و ای که چرا ما با تنهای خود لباس درست مثلا بپوشیم چی فرق داره، یا گبی ناجالی بزنیم یا یک کار درست رو بکنیم که حاضر نیم پیش دیگر انجام بیدیم، به این خاطر است که او کارا در ذهن ناخودآگاه ما ثبت میشه و هر وقت که ما مثلا پیش روی دیگر را ظاهر میشیم، در دیگر جایی ظاهر میشیم، او ذهن ناخودآگاه ما خود به خود یک پیام رو در دیگر میده یا یک حالت رو در دیگر میده که باعث میشه ما احساس کم جرأتی و احساس خجالتی کنیم. اگر میخوای که در پیش روی دیگران تو با جرأت باشی، با اعتماد به نفس باشی، صدها موارد دیگه یست انجام بدی، ولی یکی از خشتا، اساسی ترین از خشتا ایسته که در تنهایی خود مواظب خود خوب باش و
کارک میکنی درست انجام بدی، دروغ بسیار اعتماد به نفس و جرأت آدم از بین میبره، چرا که همیشه ترس داره که دیگران آگاه شود از اینکه ما دروغ گفتیم و آگاه شود از این حرف که واقعیت نداره، و این باعث میشه که آدم کم جرأت شدیم.